بر اساس پیش انتشار یک مقاله علمی نمونه مغزی جمعوری شده در کالبوت شکافی در اوایل سال 2024 حاوی ذرات ریز پلاستیکی بیشتری نسبت به نمونه های شده یه سال قبل بود به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید ماتیو کامپن استاد علوم دارویی دانشگاه نیو میکسیکو در شهر آلبوکرکی گفت قلزات بافت مغزی افراد عادی با میانگین سنی حدود 45 تا 59 سال 4800 میکروگرم یا 5 دهم درصد وزنی بوده. ریافسود در مقایسه با نمونه های کالبوت شکافی شده یه مغز در سال 2016 این میزان حدود 50 درصد بیشتر است. این بدان معناست که مغز ما امروز 99 ممیز 5 دهم درصد مغز و بقیه از پلاستیک تشکیل شده است. این نمونه های مغزی جدید حاوی 7 تا 30 برابر بیشتر از نمونه های برگرفته از کلیه ها و کبد اجسیات حاوی ریس پلاستیک ها بودن دکتر فیلیپ لاندریگان متخصص اطفال و پروفسور زیست شناسی در این زمینه گفت این مطالعات حاکی از وجود این پلاستیک ها در قلب انسان رک های خونی بزرگ ریه ها کبد بیزه ها دستگاه گوارش و جفت جنین است نباید مردم را بی جهت نگران کنید چرا که علم در این زمینه هنوز در حال توسعه است و هیچ کس در سال 2024 نمی تواند از قرار گرفتن در معرض پلاستیک در امان باشد به افسود قرار نیست تلفن همراه یا رایانه ای تهیه کنید که حاوی پلاستیک نباشد اما سعی کنید قرار گرفتن در معرض پلاستیک هایی که می توانید از آنها اجتناب کنید مانند کیسه ها و بطری های پلاستیکی را به حداقل اقل برسانی. برای این مطالعه بافت مغز کلیه و کبد 99 نفر که برای تایید علت مرگ در سالهای 2016 و 2024 تحت کالبوت شکافی پزشکی قانونی قرار گرفتند بررسی شدند. دکتر کامپن استاد علوم دارویی میگوید که کوچکترین نانو ساختارها در اندازه 100 تا 200 نانومتر در مغز یافت می شوند و به نظر می رسد ذرات بزرگتر بین یک میکرومتر تا 5 میکرومتر وارد کبد و کلیه ها می شوند. اندازه ی میکروپلاستیک ها کمتر از 5 میلیمتر تا یک نانومتر متغیر هستند. به گفته ی آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده تار موی انسان حدود 80 هزار نانومتر عرض دارد. حالانکه که یک نانوپلاستیک باید در یک میلیاردم متر اندازه گیری شود نگران کننده ترین پلاستیک ها برای سلامت انسان هستند زیرا این قطعات ریز می توانند درون سلول های فردی ساکن شوند از منظر دکتر کامپن نانوپلاستیک ها راه خود را از طریق بدن رو بوده و به مغز می رسند آنها عاشق چربی ها یا لیپیدی ها هستند و مغز انسان از نظر وزن حدود 60 درصد چربی دارد که بسیار بیشتر از هر عضو دیگری است اسیدهای چرب ضروری مانند اومگا 3 کلید قدرت و عمل کرده سلول های مغز هستند از آنجایی که بدن انسان نمی تواند اسیدهای چرب ضروری را به تنهایی تولید کند آنها باید از طریق غذا یا مکمل ها تامین شوند دکتر لندریگان در همین باره بیان می دارد که رژیم غذایی مسیر اصلی قرار گرفتن در معرض میکرونانوپلاستیک است. در عین حال در مورد استنشاق میکروپلاستیک ها در هوا اعلام کرد که زمانی که مردم در حال رانندگی در بزرگ راه هستند و لاستیک هایشان روی سطح بزرگ راه ساییده می شود مقدار مشخصی ذرات میکروپلاستیک به هوا پرتاب می شود از نظر او حتی برخی از ذرات میکروپلاستیکی در اقیانوس که از طریق امواج به هوا پرتاب می شوند از طریق استنشاق یا بل به بدن ما می رسند پلی اتیلن که به وفور در کیسه های پلاستیکی و بطری ها استفاده می شود و زیست تخریب پذیر نیست نوع قالب پلاستیکی بود که در نمونه های بافتی به ویژه در مغز بیشتر از کبد یا کلیه یافت شد طبق مطالعی در اوت سال 2024 پلی اتیلن همچنین نوع قالب پلیمری بود که در بیزه های انسان و سگ یافت شد بر اساس داده ها پلی اتیلن، ترفتالات، بزرگترین عامل انتشار حلال دیوکسان به عنوان ماده سرطانزا برای انسان است. نانوپلاستیکا با حمله به سلول ها و بافت ها در اندام های اصلی می توانند به طور بالقوه فرایند های سلولی را مختل کرده و مواد شیمیایی همچون فتالات ها یا فلزات سنگین را در قدد درون ریز رسوب دهند به گفته انجمن قدرت درون ریز مختل کننده های قدرت درون ریز با سیستم تولید مثل انسان تداخل می کنند و منجر به ناهنجاری های تناسلی و تولید مثلی و همچنین ناباروری در زنان و کاهش تعداد اسپرم می شوند به گفته کارشناسان یکی از اقدامات مهم در کاهش قرار گرفتن در معرض پلاستیک این است که پیش از پختن یا قرار دادن مواد غذایی یا با بسته بندی پلاستیکی در مایکروویو آنها را از بسته بندی پلاستیکی خارج کنید وقتی پلاستیک گرم شود این حرکت میکروپلاستیکا سریعتر از بسته بندی به داخل غذا انتقال می دهد.